قصه های نو با هم میشنویم، کنار هم میخندیم، از هیجان درس میگیریم، از شان داستان های گلوری. داستان‌های گلوری، کارگردان مهرداد رئیسی، راوی نسیم نژادآذر. این داستان نجات آیسوریا. زمین آرندل، السا و آنا تصمیم گرفتن که یه روز متفاوت و سرگرم کننده رو برای دوستاشون ترتیب بدن. زمستون توی آرندل همیشه جادویی بود، ولی این بار السا و آنا میخواستن یه کار خاص‌تر انجام بدن. صبح زود، آنا مثل همیشه پر از انرژی از خواب بیدار شد و رفت به اتاق السا. اون یه لباس پشمی سبز و مشکی با گلدوزی های رنگی و طلایی پوشیده بود و موهاشو توی دو تا بافت ساده جمع کرده بود. با هیجان گفت: السا، امروز روزیه که باید یه ماجراجویی جدید داشته باشیم. السا که لباس آبی و یشمی کریستال دوزی شده به تن داشت و موهای بلوندش رو توی یه بافت بلند و زیبا جمع کرده بود، با لبخندی شیرین و با متانت همیشگیش جواب داد: حتما آنا، پیشنهادت چیه؟ آنا گفت: بیاییم به جنگل افسانه‌ای بریم و یه جشن زمستونی برای همه ی دوستامون برگزار کنیم. میتونیم کریستوف و اسفن و اولاف هم با خودمون ببریم. یوهو! السا با خوشحالی موافقت کرد و بلا فاصله همه رو برای ماجراجویی آماده کردن. خیلی خوب، وقتشه که بزنیم به جاده. اونا با سورتمه کریستوف به سمت جنگل افسانه‌ای حرکت کردند. کریستوف یک کت خزدار قهوه‌ای با کلاه خز بر سر داشت و سفن گوزن شمالی وفادارش پرقدرت سورتمه رو میکشید. تو مسیر اولاف، آدم برفی دوست داشتنی که با چشمای زغالی و بینی هویجیش همیشه لبخند به لب داشت، با شور و شوق براشون حرف میزد. خیلی خوب سفن، آروم کن رفیق، میخوایم وایسیم. وقتی به جنگل رسیدن، السا با قدرت جادوییش یه قصر یخی زیبا وسط درخت ساخت. وای این محشر! قصر با برج‌های بلورین و دیوارهای درخشان یخی مثل یک جواهر وسط جنگل بود. کریستوف، بیا اینجا. ای آنا و السا به کمک کریستوف و اولاف همه چیز رو برای جشن آماده کردن. اونا یه میز بزرگ از غذاهای خوشمزه و کیک‌های یخی تهیه کردن. السا با دستای جادوییش چراغ‌های یخی درخشان رو اطراف قصر قرار داد و همه چیز شگفت‌انگیز به نظر می‌رسید. وقتی سور و سات جشن آماده شد، السا و آنا دوستاشون رو دعوت کردن و بچه ها کوچیک و بزرگ با هیجان به جشن پیوستن. اونا با هم بازی کردن، رقصیدن و از جادوهای یخی السا لذت بردن. اولاف با داستانای خنده‌دارش همه رو می‌خندوند و کریستوف با سفن سرگرمی‌های فراوونی ترتیب داده بودن که ناگهان صدای عجیبی از دور دست شنیده شد. اون صدای چی بود؟ همه نگران شدن و به سمت صدا رفتن. از این طرف، دنبال من. وسط جنگل
یه موجود بزرگ یخی به نام گلیمور ظاهر شد. اون به نظر می رسید که از چیزی ناراحت و عصبانیه. گلیمور یه موجود بزرگ غول‌آسا بود که پوستش از یخهای شفاف و درخشان تشکیل شده بود. بدنش مثل کریستال‌های یخی می درخشید و هر حرکتی که می کرد صدای ترک خوردن یخها به گوش می رسید. چشماش آبی تیره بود که از درونشون نور سرد و بی احساس ساطع می شد. السا به آرومی بهش نزدیک شد و با صدای پرمهرش پرسید: گلیمور، چرا اینجا آمدی؟ ما فقط میخواییم یه جشن برگزار کنیم. گلیمور با صدای عمیق و ناراحت گفت: من تنها و فراموش شدم. هیچ کس به من توجه نمی کنه و من همیشه تو این جنگل تنها بودم. آنا جلو اومد و با مهربونی گفت: اوه گلیمور، ما نمیدونستیم اینجا زندگی میکنی. ما میتونیم تو رو به جشن دعوت کنیم و با هم خوش بگذرونیم. گلیمور اول مردد بود، ولی وقتی دید همه با لبخند بهش نگاه میکنن موافقت کرد و به جشن پیوست. خوبه. در طول جشن گلیمور فهمید که دوستای جدیدی پیدا کرده و دیگه احساس تنهایی نمی کنه. اون با قدرت‌های یخی خودش به تزیینات جشن جزئیات بیشتری اضافه کرد و همه از حضورش لذت بردن. خوشت اومد؟ چه کردی بابا؟ بیا. همه چیز داشت خوب پیش می رفت که یه مرتبه بازم صدای قرش بلندی از دور شنیده شد. السا نگران شد و گفت: این صدای چی بود؟ کریستوف پیشنهاد داد که بریم با هم سمت صدا ببینیم چی بود. بجنبین. همگی به سمت اون قرش حرکت کردن و توی جنگل به یه کوه یخ زده رسیدن که ازش صدای عجیبی می اومد. وقتی نزدیکتر شدن دیدن که یه دروازه تو دل کوه هست که پر از حکاکی های باستانیه. گلیمور با دیدن دروازه گفت: این دروازه به سرزمین گم شده آیسوریا باز میشه. اینجا جایی که من قبلا زندگی می کردم. تو این سرزمین سنگ یخی جادویی بود که قدرت زیادی داشت و میتونست هر نوع جادو و تلسمی رو خونسا کنه. ولی چندین سال پیش این سنگ ناپدید شد و سرزمینمون به تاریکی فرو رفت. السا با نگاهی مصمم گفت: ما باید بریم داخل و سنگ جادویی رو پیدا کنیم. من که موافقم. اونا با کمک قدرت جادویی السا و توانایی های گلیمور دروازه رو باز کردن و وارد سرزمین آیسوریا شدن. تو این سرزمین همه جا یخ زده و تاریک بود. همینطور که به جستجوی سنگ مشغول بودن به یه معمای پیچیده برخوردن. اینجا رو نگاه. جلوشون یه دیوار بزرگ یخی قرار داشت که پر از نمادها و نوشته‌های باستانی بود. کریستوف گفت: ما باید این معما رو حل کنیم تا راه باز بشه. چون هیچ کدوم از اعضای گروه به اندازه کافی در مورد تاریخ آیسوریا نمیدونستن، تصمیم گرفتن به سراغ مادام آیسلا برن که یه زن سال خورده و با تجربه بود که تو دل جنگل به تنهایی زندگی میکرد. اون به تاریخ و اسرار آیسوریا کاملا آگاه بود. اونا به کلبه مادام آیسلا رسیدن.
کلبش وسط جنگل بود و با گلها و گیاهان زیبا تزئین شده بود. مادام آیسلا که زنی مسن با موهای سفید و چشمهای مهربون بود، با لبخند به استقبالشون اومد و گفت: چی شما رو به اینجا کشونده؟ گیلیمور توضیح داد: ما دنبال سنگ یخی جادویی هستیم تا سرزمین آیسوریا رو نجات بدیم، ولی یه معمای پیچیده جلوی راه ما قرار داره و نیاز به کمک تو داریم. مادام آیسلا با دقت به توضیحاتشون گوش داد و گفت: با هم بریم ببینیم چطور میتونم کمکتون کنم. اونا به همراه مادام آیسلا به سمت دیوار یخی برگشتن. مادام آیسلا به نمادها و نوشته ها نگاه کرد و گفت: این نمادها داستان تاریخ آیسوریا رو نشون میده. برای باز کردن راه باید نمادهایی که مربوط به دوره های مهم تاریخ این سرزمین هستند رو به ترتیب فشار بدید. السا با دقت شروع به خوندن نوشته ها کرد و با کمک مادام آیسلا نمادهای درست رو شناسایی کرد. اولین نمادی که انتخاب کردن نماد خورشید بود که نشون دهنده دوران طلایی آیسوریا بود. السا با دقت نماد خورشید رو فشار داد و یه نور خیره کننده از اون بیرون اومد. بعد نماد ماه که نشون دهنده دوران آرامش و صلح بود. آنا نماد ماه رو فشار داد و دیوار یخی شروع به لرزیدن کرد. اونا به ترتیب نمادهای دیگر رو فشردن. نماد ستاره که نشون دهنده دوران شکوفایی علم و دانش بود. و نماد کوه که حاکی از دوران استقامت و پایداری مردم آیسوریا بود. نگاه کنی. وقتی همه نمادها رو به درستی انتخاب کردن و فشردن، دیوار یخی به آرومی باز شد و یه راه رو پر از نور و درخشش ظاهر شد. اونا وارد راه رو شدن و به یه اتاق بزرگ و زیبا رسیدن که وسطش یه سنگ جادویی قرار داشت. سنگ یخی به شکل یک منشور بزرگ و درخشان بود که نورهای رنگارنگی از خودش ساطع می کرد. وقتی به سنگ نزدیک شدن، گرمای خاصی ازش احساس کردن که با سرمای یخهای اطراف در تضاد کامل بود. گلیمور با دیدن سنگ گفت: این همون سنگیه که سرزمین منو نجات میده. شما به من کمک کردین تا سرزمینم رو نجات بدم. این لطف شما رو هرگز فراموش نمی کنم. السا با لبخندی پر از مهر به گلیمور گفت: مهربونی و کمک به دیگران اساس دوستی واقعیه و از جهان جای بهتری برای زندگی می سازه. همه با هم به قصر یخی برگشتن و جشن رو با شادی ادامه دادن. آنا و السا کنار هم نشستن و به آسمون پرستاره نگاه کردن. آنا گفت: این ماجراجویی به ما یاد داد با همکاری و مهربونی میتونیم هر چالشی رو پشت سر بذاریم. السا جواب داد: درسته آنا. ما باید همیشه به یاد داشته باشیم که کمک به دیگران و همدلی قدرت واقعی ماست. اونا با دلهای گرم و خوشحال به خونه برگشتن و با خاطره اون روز که به گنجینه خاطراتشون اضافه شد. تقدیم به بچه های خوب ایران و فارسی زبانان جهان. گویندگان: نسیم نژاد آذر، آیسان، لیلا فرخ و مهرداد رئیسی. Thank you.
لطفاً برای اطلاع از جدیدترین آثار گلوری کانال یوتیوب گلوری رو با نام گلوری انترتینمنت و با آیدی @glorycartoon در یوتیوب دنبال کنید. ارائه کار با کیفیت مطلوب، احترام به مخاطب است. گلوری انترتینمنت.